واقعیم جیم کرتین، درست میگم؟ کریتین، این مقدار تلفظش مشکله برای من. از ماداگاسکار، از مسیحیانی که بعد مسلمان شدن. اگه اجازه بدید من جیم صدا بزنم شما رو، چون این مقدار خاموش مشکله. یه سوالی که ماداگاسکار رو حداقل من به عنوان یه دونه انیمیشن به خاطر میارم، یه توضیح بدید ماداگاسکار کجا هست و اینکه اون منطقه جغرافیایی چه ویژگی هایی داره، یعنی مسلمان هم اونجا مسیحی هستن، چون فکر کنم اطلاعات خیلی کمی ما نسبت به ماداگاسکار داشته باشیم. سلام علیکم. بالاتر بگیرید. ماداگاسکار جزیره تو اقیانوس هنده. در اقیانوس هنده؟ بله. او در جنوب شرق افریقا. جنوب شرق افریقا. بله. اون نزدیک چیز نزدیک کشور موزامبیک، یعنی تقریبا 400 کیلومتر از موزامبیک. 400 کیلومتر از موزامبیک. ما وسط دریا زندگی می کنیم. شما یه تو وسط جزیره زندگی می‌کنید. بله، جزیره فوق‌العاده زیبایی هم باید بشه. پس زبانشون چیه؟ ما زبان ما یعنی دو تا زبان استفاده می‌کنیم، زبان مالاگاسی و دوم زبان فرانسه. آه، یعنی مستعمره فرانسه بودی؟ طبیعتاً زبانش فرانسه. بله. اون وقت الان ماداگاسکاری‌ها بیشتر چه مذهبی دارن؟ ماداگاسکار در زمان چیزی زمان امام جعفر صادق اون تو ماداگاسکار چیزی آدم وجود نداشت، هیچ کس اونجا نبود، خالی از سکنه، خالی. فقط جزیره خالیه. بعد از چیز بعد از جمع امام جعفر صادق چند از عرب ها و اهل چیز شیرازی ها همون من چیزی کشور اومدن، یعنی از طرف امام صادق اومدن اونجا. بله. تا اونجا زندگی کردن و چیزی و رفت اومدی میکنن با چیزی با کشتی میره چیز جزیره عربستان. حدود در سال 1500 یه نفر از فرانسه اومد اسمش دگو گارسیا تو این کشور اومده. وقتی که این وارد کشور ماداگاسکار اومد، این کشور به نام ماداگاسکار چیزی نام گذاشته. یعنی اون آقای فرانسوی اینجا رو ماداگاسکار نام گذاشت. بله. وقت نشونه ای از این که اون افرادی که از طرف امام صادق اومده بودن تو این جزیره زندگی کردن، هنوز نشونه ای بر جا مونده، یعنی هست؟ بله، هنوز نشونه های باستانی یا تاریخی هنوز چیزی، هنوز در برای چیز قرآن که امام جعفر صادق نوشته هنوز مونده تو کشور، یعنی با خط امام صادق، خط امام جعفر صادق نوشته. ولی متاسفانه که وقتی که چیز فرانسه اونجا اومدن دین اسلام نابود شد، کاملا اسلام رو اونجا تونست. پس بیشتر ماداگاسکار پس مسیحی باید بشن. الان تقریبا ماداگاسکار الان تقریبا 90% مردم ماداگاسکار الان مسیحی هستن. مسلمان ها در چه وضعیت قرار دارن؟ مسلمان ها تقریبا 10% ما 24 میلیون هستیم تو ماداگاسکار، یعنی 10% مسلمان. وقت سنی هستن یا شیعه؟ سنی و شیعه، یعنی قبلا که بیشتر چیز سنی بود، الان که به خاطر حرکات چیز شیعه الان شیعه زیاد شده. یعنی در سال 1981 تو این کشور چیز مذهبی شیعه نبود، یعنی بعد از انقلاب اسلام ایران یه نفر به نام آقای گلباجی سفیر ایران بود تو کشور، اومد کارش را ترک کرد، بند کرد، رفتن به سواک تبلیغ. چند نفر تقریبا 10 نفر از ماداگاسکار فرستادن. کجا فرستادن؟ تو تانزانیه، همونجا درس دین اسلام رو میخوانن. وقتی که تحصیلاتشون تو تانزانی تمام کردن، بعد فرستادن کجا؟ تو ایران. تو ایران درس یاد گرفتن تقریبا 10 سال، بعضی 4 سال، بعضی چیزی هنوز تو ایران درس میخوانن، همونا تبلیغ میکنن و اونا برای ما تبلیغ میکنن بهتره اینکه دین اسلام چیه تو ماداگاسکار کم زیاد شده. پس به خاطر فعالیت های ایشون بوده که یه مقدار در ماداگاسکار بعد از اون سال شیعه پا گرفت و شروع کرد به رشد کردن. بله. اما خود شما قبلش این سوال بپرسم، ماداگاسکار بیشتر شغلشون چیه؟ ماداگاسکار یعنی بیشتر از ماداگاسکار کشاورزی. چیزی سنگ گرانبها که اونجا هست اونا چیزی صادرات میکنن. وقتی کشور ثروتمندی هستن یا؟ این
ماداغاسكار یه کم سرمایه داره. تمام که چیزی که در جهان وجود داره، اونا تو ماداغاسکار پیدا میشه. مثلا درباره درخت صحبت میکنیم، یعنی 124 میلیون درخت تو ماداغاسکار برای چیز معالجه کردن آدم وجود داره تو ماداغاسکار. و دیگه چیزی درباره ماهی ها، تقریبا 200 میلیون چیزی 2 میلیون 2000 چیزی 9 ماهی تو ماداغاسکار وجود داره. 2009 ماهی در و اونا چیزی زندگی میکنیم، اونا چیزی صادرات میکنیم، اونا چیزی سید میکنیم و میخوریم و کشاورزی میکنیم. یعنی حدود چیزی 4 سال پیش الان نفت رو پیدا کردیم. نفت هم بس پیدا کردیم. خب، حالا شما در یه خانواده مسیحی به دنیا آمدید. بله. اون عاملی که باعث شد شما ابتدا تغییر مذهب بدید و سنی بشید، یعنی با اسلام